با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه، عرایض امشب را در ارتباط با وقایع خبری هفته با توجه به اینکه مسائلی در واقع در ایران اتفاق نمیفته این روزها و خبر چندان مهمی نبود، به یکی دو مورد بین‌المللی و حائز اهمیت به هر حال در اخبار جهان اختصاص دادم و در موردشون صحبت میکنیم. همطور که میدونید خب در هفته‌های اخیر در مورد مسئله اوکراین و جنگ در اروپا صحبت زیادی داشتیم. در همون ارتباط امروز یا حداقل در این هفته مسئله‌ای در حول در واقع سازمان ملل متحد مطرح شده که حائز اهمیت هست و اون ادعا و در واقع خبرهایی است که به ویژه در ایران منتشر شده و حاکی از این هستش که یک طرح یا به هر حال پروژه‌ای در داخل مجمع عمومی سازمان ملل مطرح هست و هدفش در کل این هستش که یک مقداری حق وتوی این پنج کشور دارنده سلاح هسته‌ای رو در دنیا به نحوی حداقل کنترل بکنه. خبر به این صورت هستش که طرحی از طرف در واقع آمریکا به سازمان ملل ارائه شده که به صورت طرحی در مجمع عمومی مورد بحث قرار بگیره، به این شکل که اگر یکی از کشورهای پنجگانه دارای حق رأی وتو تصمیم بگیرند که یک قراری رو در شورای امنیت وتو بکنند، لازم باشه که همون قرار در مجمع عمومی به رأی کل کشورها گذاشته بشه. همطور که میدونید شورای امنیت سازمان ملل 15 عضو داره که 5 عضو دائمی کشورهایی هستند که در واقع سالهای دهه 50 و 60 میلادی دارای سلاح هسته‌ای بودند یا به طور مشخص قدرت اتمی دنیا به حساب می آمدند، انگلیس، فرانسه، آمریکا، چین و شوروی. در اون زمان تا جمهوری شوروی این 5 کشورند و بعد از در واقع سقوط پیمان ورشو و در واقع انحلال اتحاد جماهیر شوروی این قدرت به جمهوری فدراتیو روسیه منتقل شد، حق در واقع وتو شورای امنیت. شورای امنیت در واقع اهمیتش به این هستش که تصمیماتی رو میگیره که میتونه با مسئله جنگ و صلح در ارتباط باشه. یکی از اونها در واقع اجازه دادن به کشورها برای استفاده از نیروی نظامی است در مقابل یک کشور دیگر عضو سازمان ملل. طبق در واقع قطعنامه و بیانیه تشکیل مجمع ملل متحد، کشورها متحد شدند که به کشورهای عضو سازمان حمله نظامی نکنند و حمله اونها اگر حمله نظامی باشه حتما باید با تایید شورای امنیت صورت بگیره. خب جنگ های بسیاری در دنیا اتفاق افتاده، حتی از جمله حمله آمریکا به عراق که مطلقاً دارای چنین شرایطی نبوده، یعنی شورای امنیت اون رو تایید نکرده. در برخی جنگ ها مثلا در جنگ سال 92 با عراق تاییدیه شورای امنیت رو داشت به خاطر اینکه عراق کشور دیگری از سازمان ملل یعنی کشور کویت رو اشغال کرده بود. در رابطه با جنگ ایران و عراق هیچ وقت سازمان ملل در واقع وارد نشد و چنین اجازه ای رو به هیچ یک از دو طرف نداده بود که این جنگ رو عملا از طرف عراق شروع شد و در حال سازمان ملل به هیچ شکل در این حمله حمایت نکرد. ولی در سالهای بعد خب بسیاری از قطعنامه هایی که به شورای امنیت سازمان ملل میره به عنوان اعتراض به مثلا
حملاتی که اسرائیل میکنه به فلسطینی ها یا جنگ های دیگه، در این موارد شورای امنیت گاهی رای به، حداقل اکثریت شورای امنیت رای به محکومیت اسرائیل میدادند، ولی آمریکا از حق وتو خودش استفاده میکرد و مانع از این میشد که اون قطعنامه ها در شورای امنیت به تصویب برسه. متقابلا هم روس ها و هم چینی ها هم در مواردی از حق وتو استفاده کردند. در ارتباط با ایران و تحریم هایی که سازمان ملل بر ایران اعمال کرد، زمانی بود که در واقع رابطه آمریکا با روسیه و با چین به قدری نزدیک بود که اونها از حق وتو استفاده نکردن، به نتیجه ایران تحریم شد از طرف سازمان ملل و بعد با برجام این تحریم برداشته شد. این لایحه‌ای که به هر حال به عنوان طرح در سازمان ملل الان مطرح هست میگه که اگر یکی از این پنج کشور بدون تایید، در واقع به تنهایی اقدام به وتوی قطعنامه‌ای در شورای امنیت بکنند، شورای امنیت این حق رو داره که با اکثریت آرا این رو به مجمع عمومی بفرسته. اینکه مجمع عمومی چه تصمیمی در این مورد میگیره تا به حال واقعا تأثیر عمده‌ای نداشته، به خاطر اینکه بارها اتفاق افتاده که حتی همین مسئله اشغال فلسطین وسیله اسرائیلی ها وسیله آمریکا یا وسیله سایر کشورهای اروپایی در شورای امنیت وتو شده، ولی در مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت بسیار بالایی اسرائیل محکوم شده. در بسیاری از موارد تعداد کسانی که با اسرائیل موضع گرفتن به انگشتان دست میرسه، ولی در نهایت مصوبه های مجمع عمومی سازمان ملل تأثیر اجرایی یا قدرت اجرایی نداره و نمیتونه اعمال بشه در اون ارتباط. مشخص نیست که این طرح چه نتیجه نهایی خواهد داشت یا به چه شکلی میتونه این قدرت اتمی رو کنترل بکنه، به خاطر اینکه اساساً در اون اوایل، در اون اولی که این حق رو دادن، این پنج کشور در واقع پنج کشور قدرتمند دنیا بودن. الان کشورهای دیگری مثل هند، پاکستان و اسرائیل هم دارای سلاح هسته‌ای هستند، ولی اونها دارای چنین حقی در شورای امنیت نیستند و این در واقع حق همچنان در اختیار پنج قدرت بزرگ دنیاست که در سالهای 50 و 60 به عنوان ابرقدرت شناخته می شدند و در حال چنین حقی مثلا به پاکستان یا به هند داده نشده یا حتی به اسرائیل که الان مدعی است که در نزدیک 30 سال هست که سلاح هسته‌ای و بمب اتمی داره، یا حتی کره شمالی که مدعی است بمب اتمی داره و آزمایش‌های هسته‌ای انجام داده. بنابراین این که واقعا چنین طرحی به کجا خواهد رسید مشخص نیست، ولی روس‌ها در موردش زیاد تبلیغ می‌کنند به این شکل که آمریکا و دو کشور دیگر اروپایی، فرانسه و انگلیس، مایل هستند حق وتو رو از روسیه و چین بگیرند و خودشون هر وقت خواستن میتونن از حق وتو استفاده کنن، ولی طرحی که ارائه شده مشخص نمیکنه که چه کشورهایی مقصود این لایحه خواهند بود. و در این حال طرفهایی هم هستن در دنیا که همیشه از حق وتو به حق وتو اعتراض داشتن، از جمله جمهوری اسلامی ایران همیشه این رو به عنوان یک مستمسکی قرار میداد که بگه شورای امنیت و اصولا سازمان ملل بازیچه ابرقدرت هاست و با کشورهای کوچک زیاد ارتباطی نداره و اینها و این سازمان ملل و این شورای امنیت شورای امنیت ما نیست و شورای امنیت کشورهای بزرگی و اون در واقع ده عضو شورای امنیت هم که انتخابی هستند، هیچ وقت این در واقع این امکان به برخی کشورها مثل ایران داده نشده که در شورای امنیت عضو غیر دائم بشن، به خاطر اینکه رأی نمیارن، یعنی کسانی رأی میارن که عملا اون پنج کشور ازشون حمایت بکنن. و به همین ترتیب هم خب مثلا امارات متحده عربی یا عربستان سعودی اینها
رأی میارن و در شورای امنیت حضور پیدا میکنن، ولی ایران هیچ وقت نماینده ای در شورای امنیت نداشته، حداقل در دوران جمهوری اسلامی. این یک نکته که به نظرم رسید شاید توضیح در موردش با توجه به شایعاتی که مطرح هست و اخباری که در ارتباط با اون در ایران به ویژه پخش میشه این روزها، شاید برای بینندگان و شنوندگان این برنامه جالب باشه. نکته دیگری که اتفاق افتاده این هفته این هستش که آقای ایلان ماسک که صاحب کمپانی تسلا هست و در این حال موشک‌هایی رو هم برای شرکت خصوصی خودش در واقع آزمایش میکنه و سفرهای فضایی انجام میده، از جمله خودش هم با یک از این موشک‌ها به آسمان رفت در سال گذشته، به هر حال با تهدیداتی که کرد در نهایت مؤسسه توییتر رو خریداری کرده این هفته، یا قرار هست که خریداری بکنه با یک نرخ کلان 44 میلیارد دلاری، 44 بیلیون دلاری در واقع. و نکته حائز اهمیتش این هستش که بالاخره این مولتی بیلیونرهای امروز دنیا، یعنی آقای جف بزوس که صاحب آمازون هست و در این حال واشنگتن پست رو خریداری کرد چند سال پیش، و حالا آقای ایلان ماسک و در واقع مدیر مؤسسه فیسبوک، که اینا هر سه از میلیاردرهای دنیا هستند، بالا در واقع بیشترین سرمایه‌دارای دنیا حساب میشن، الان در اختیار خودشون مؤسسات تبلیغاتی رو هم دارند و شبکه‌های اجتماعی رو صاحبش هستند که میتونن در واقع افکار سیاسی یا در تصمیماتی که در دنیا گرفته میشه از توان مالی خودشون استفاده بکنن و یا به زعم دیگران سوء استفاده بکنن. نکته حائز اهمیت در مورد آقای ایلان ماسک این هستش که ماسک یکی از کسانی است که در واقع به بهانه آزادی بیان و عملا در ارتباط با محدودیت هایی که توییتر برای آقای ترامپ ایجاد کرد در سالهای اخیر، به ویژه بعد از جریانات 6 ژانویه 2021 که به خاطر دارید حمله به کنگره آمریکا بود، توییتر حساب آقای ترامپ رو که در حال تنها رئیس جمهوری بود که 40-45 میلیون دنبال رو داشت در توییتر رو بست و حاضر هم نشده که در عرض 1-2 سال اخیر این حساب رو آزاد بکنه و اجازه بده که او در توییتر فعالیت داشته باشه. مشابه این رو در واقع فیسبوک هم این محرومیت رو برای آقای ترامپ ایجاد کرد. و حالا آقای ماسک که از همون دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ عملا از نظر اقتصادی و از نظر محافظه‌کاری نزدیک به آقای ترامپ هست و عملا در چشم بسیاری به عنوان یکی از هواداران ترامپ شناخته میشه، گرچه او خودش مدعی هست که چنین چیزی حقیقت نداره، الان به همین بهانه آزادی بیان تصمیم گرفت که توییتر رو بخره. در آغاز با خرید سهام توییتر شروع کرد و بعد از اینکه در واقع بورد مدیریت هیئت مدیره توییتر به او اختار دادن که بیشتر از 25% سهام رو نمیتونه بخره، مدعی شد هفته گذشته که تصمیم داره کل توییتر رو با رقم مادر 45 میلیارد دلار بخره و 45 بیلیون دلار حاضر هزینه بکنه، و این یک رقم چنان بالایی بود که سهامداران توییتر نتونستند اون درخواست رو در واقع پس بکنن و به این ترتیب نتونستن در واقع در مقابل این قیمت بایستن و تسلیم شدن و با این ترتیب توییتر از شکل سهامی عام خارج میشه و به عنوان یک کمپانی خصوصی در میاد که متعلق هست به آقای ایلان ماسک. تأثیر این عمل خب در پهنه میدیای دنیا تأثیرات عمده خواهد داشت و یک قدم دیگری رو
به این نکته در واقع نزدیک میشه جهان، که دیگه جهان جهان ابرقدرت‌های سیاسی و نظامی نیست، بلکه صرفاً جهان تبدیل میشه به محل کنترل سرمایه‌داران بزرگ و کسانی که به هر حال بیشترین استفاده رو از بازار و از بازار سیاست و اقتصاد همزمان میخوان ببرند.